תורו סיוון לנו, משה מרושה, בילד יעקב, הנה מה טוב ומנעים, שבט אחים ואחיות דת, תמום דוניה גם יחד. ברוך השם שאונאי כבתור חוזורי דת, שיעור דת קלוס עשם, ושאונאי כבתור מוסתקים לייב, دارن از زوم یا فیسبوک یا یوتیوب با ما هستن و همچنین اونایی که بعداً ضبط شده برنامه رو میبینن هنوز خوش آمد میگیم ویلکام. امید که چه با زخوتایی که الان دور هم هستیم و چه زخوتایی که بعداً دور هم جمع میکنیم و همچنین اونایی که در کلالاشون بعداً این برنامه رو ضبط شده گوش میدن بتونیم یک تغییری در خودمون، در اطرافیان و مخصوصا در تصمیم خداوند در شامعین برای این روششنهایی که در پیش داریم به خوبی پدید بیاریم. در ادامه بحثمون هستیم، مثلت اشاریم بحث نکیوت پاکی که تا الان خیلی از بخش ها و نکاتش رو توضیح دادیم، اما بخشی که امروز هارا میخواد به ما فاش بکنه که راستش بخوای درسته که انسان اعمالش باید درست و پاک باشن، اما همینطور اعمال پاک لازمش اخلاق پاکه، میدوت. نمیتونه انسان فقط اعمالش پاک باشه ولی اخلاقش منفی و زننده باشه، ناپاک. به حدی که حراف توضیح میدن اخلاقهای ناپاک مانند چی هستن؟ مانند گوا، غرور، مانند کینه، دشمنی، مانند تعوا، هوا، هوس. میگه تمام اینها خصلت‌هایی هستن ناپاک که با وجود اعمال پاک هنوز ناپاکی رو در انسان راه میدن. کسی که گفتیم در کسب و کارش چقدر رعایت صداقت و عدالت رو میکنه، نون پاک میبره خونه. کسی که افکارش، کلامش پاکه، اما اخلاق چی؟ و کأس، عصبانیت جزو یکی از این اخلاقهای ناپاکه که ناپاکی رو در انسان در عمیقترین قسمت و نشامه و روح انسان وارد میکنه. معمولا موقعی که یک آب میریزه روی یک سطح سفتی، سنگی، آهنی، چون این سفته فقط روش باقی مونه، اما موقعی که این آب یا این مایع اسید باشه میره تو. همینطورم عصبانیت یک نوع ناپاکی اخلاقیه که به عمق نشامای ما سرایت میکنه. پس آیا به همون مقدار که ما از ناپاکی های رفتاری و اعمالمون گریزانیم و همون مقدارم از ناپاکی های اخلاقی گریزانیم؟ آیا اصلا مواظب هستیم که عصبانی نشیم؟ آیا مواظب هستیم که حسادت نورزیم و کینه نورزیم؟ مواظب هستیم که هوا و هوسمون یک باره جریه دار نشه؟ آیا به همون مقدار که مواظب هستیم دستمون، شلوارمون، کتمون، فکرمون ناپاک نشه، به همون مقدار هم مواظب هستیم؟ حخامی میگه نه، اتفاقا کسی که میخواد عصبانی بشه میخواد این عصبانیتش پیش بچسبه. سر موضوع کوچیک که نمیتونه عصبانی بشه که آبرو خودشو ببره، که بعد سر یه موضوع بزرگ عصبانی بشه، اون موقع
بهش خوب میچسبه و آبروش هم نمیره. میگن آه موضوع به این بزرگی معلومه که هر کس دیگه هم بود عصبانی میشد. خب موضوع بزرگ، حالا از کجا ما گیر بیاریم عصبانی بشیم که آبرومون حفظ بشه؟ مسئله نیست، مو رو کوه میکنیم، یه موضوعی رو بزرگ میکنیم. آخه چطور شما؟ آخه مگه چی شده؟ نه تو نمیدونی. مسئله نیست، مو رو کوه میکنیم، عصبانیتمون رو موجه، مقام آبرومون رو حفظ، قدرتمون رو بالا میبریم. از این کار آسان‌تر چرا بریم تو المپیک مسابقات اینقدر زحمت بکشیم تا بخوایم واقعا قهرمان بشیم؟ با یه عصبانیت قهرمان میشیم، قدرتمون رو به همه نشون میدیم که کی هیچ کسی حریف ما نیست. ولی خب تا مو رو کوه نکنیم آب از آب تکون نمیخوره. پس راستشو بخواید عصبانیت بچه ها با عصبانیت ما بزرگا فرقش اینه. بچه ها سر موضوعهای کوچیک بچگونه عصبانی میشن، ما بزرگا سر موضوعهای بزرگ بزرگونه عصبانی میشیم. ولی اگر حقیقت رو بخواید، همون عصبانیت ما گویای بچگونه ماست که ما هنوز از نظر رشد فکری به اون درجه نرسیدیم که با کامیونیکیشن بخوایم موضوعی را یا ثابت بکنیم یا بخوایم بررسی بکنیم. میخوایم با داد و بیداد و عصبانیت یک موضوعی رو ثابت بکنیم که تو راست میگی یا من راست میگم، تو اشتباه میکنی یا من اشتباه میکنم. اگر عصبانیتمون تونست شاخ به شاخ بشه و حریف هم بشه، کسی که عصبانیتش عصبانیت اون یکی رو بتونه به زمین بریزه اون برنده است. متاسفانه عصبانیتمون میکنیم سپرمون، نیزمون، که من اتفاقا با عصبانیتم پیش میرم نه با متانتم. بمیدل اونایی که عصبانی مزاجن هر موضوع کوچیکی براشون بزرگه، اما اونایی که خونسرد و پرتاقتن هر موضوع بزرگی براشون کوچیکه. چرا؟ آیا واقعا این موضوع ها اینقدر فرق براشون قائل میشه کوچیک و بزرگ؟ کسی که موضوع های بزرگ رو کوچیک جلوه میده این بزرگی خودش رو میرسونه. کسی که موضوع های کوچیک رو بزرگ جلوه میده این کوچیکی خودش رو میرسونه. و معمولا ما اتفاقا میخواییم که عصبانی بشیم، میخواییم مچ طرف رو بگیریم، میخواییم سر به زنگا بهش توضیح بدیم، میخواییم گربه رو دم حجله بکشیم. اتفاقا ما میخواییم که عصبانی بشیم که زهر چش بگیریم. به همین دلیل هیچ کسی مواظب عصبانیتش نیست که چی؟ عصبانی نشم، نفهمن که من عصبانی شدم که بازم از من سوء استفاده بکنن، هی بخوان جلوتر از من برن، هی بخوان خودی نشون بدن. باید یه عصبانیتی بشم که بگم آقا بهم برخورده که دیگه این کارا رو نکنن. و عصبانیت متاسفانه زبان افراد ابله کوته فکره، چون نمیخوان از دهانشون و از عقلشون در آن واحد با هم استفاده بکنن، فقط دهانشون رو باز میکنن و عقلشون رو کنار میگذارن. پس این دفعه داشتیم عصبانی میشدیم،
قبول بکنیم یه چیزی رو جا گذاشتیم، عقلمونه، با دهانمون میخوایم کار انجام بدیم. به حدی که حامیم توضیح میدن موقعی که ما یک چیپسی، آجیلی، نونی توی بسته بندی رو میخریم، یا میتونیم یه قیچی، یه کاردی بیاریم، این کیسه رو پاره بکنیم، اون آجیل، اون چیپس، هر چیزی که میخوایم رو بهش برسیم، یا اینکه میتونیم چیکار بکنیم؟ با دندونمون این مشمعه رو، این آقا حیف دندونه نیست؟ این نزاکت و ادب کجا رفته؟ با همه چیز رو که با دندون استفاده نمیکنن که، دندون مال محتوای توی اون کیسه است. تو آجیل یا اون کیک یا اون نونو بیار بیرون، آره با دندونات بخور، اما نه اینکه روکش کیسه یا اون خوراکی رو بخوای با دندونت باز بکنی. کسی که میخواد با عصبانیت مشکلی رو حل بکنه، نمیخواد با وسیله کاری انجام بده، میخواد با دندونش، با دهنش، با داد و بیدادش، با عصبانیتش کار رو پیش ببره. برمی دلیل خامنه‌ای توضیح میدن که متاسفانه با هر بار عصبانیت ما، مقدار ناپاکیمون هی بالاتر میره. هر چقدر هم میخوایم رو قسمت‌های دیگه زندگیمون کار بکنیم که ناپاک نشیم، بخاری روشن وسط زمستون اما پنجره باز، هی داره هوای سرد میاد، اتاق گرم نمیشه. هر چقدر من تهیلی میخونم، تهنیت میگیرم، تفیلا میخونم، صدقا میدم که پاک و مقدس باشم، آیا هیچ چاره‌ای برای عصبانیتت تو زندگی پیدا کردی؟ اگر پنجره رو ببندی با یه بخاری کوچیکم اتاق گرم میشه، اما اگه پنجره باز باشه هر چقدرم دو برابر بخاری بگذاری هنوز اتاق سرده. تا این حد عصبانیت میاد شکاف وارد میکنه، راه رو برای ناپاکی در ما باز میکنه. تصور بکنیم آخرین دفعه‌ای که من عصبانی شدم، هر کسی بره تو فکر ببینه من آخرین دفعه‌ای که عصبانی شدم کی بود. خود من آخرین دفعه‌ای که عصبانی شدم کنم دیروز بود. اگر من روش فکر بکنم که آیا عصبانیتم مشکل ما حل کرد یا فقط من رو تسکین داد، میبینم مشکل همونجاست. فقط من رو تسکین داد. یک در واقع یک مسکنی بود که فقط منو آروم کرد، اما مشکل سر جاشه. و جای تأسفی که من از دیروز تا حالا که عصبانی شدم یه مقدار ناپاکی ما دست دادم. به حدی که در گمارا میگه کسی که عصبانی میشه مانند بت پرستی میمونه، چون فقط یه روزنه احتیاج داره ستان یه ترهارا که در ما رخنه بکنه. به محض این که از عصبانیت در ما رخنه کرد، دیگه ناپاکی رو در ما شیوع میده، پخش میکنه و اون موقع است که شخص میرسه به درجه بت‌پرستی. ای من فقط یه عصبانی شدم، آره، ولی همینجوری ناپاکی پشت ناپاکی، گناه پشت گناه،
اشتباه پشت اشتباه میرسه به اشتباه نهایی که حتی به خداوندم پشت میکنیم و بت پرستی میکنیم. و در واقع خیلی از تنابهای نجاتمون در زندگی به خاطر همین عصبانیت به تناب دار تبدیل میشه. ای من خیال کردم که دارم اتفاقا دفاع میکنم، کمک میکنم. آره، ولی عصبانیت تو تازه مخرب و مضر بود، تازه کارو خراب کرد. هیچ نوع سودی نداشت. به همین دلیل عصبانیت تا این حد مردوده و مانند بت پرستی تشبیه شده، چون نهایت عصبانیت بت پرستیه، چون شروع ناپاکی از یک جا که وارد بشه دیگه تمام فکر و احساس و قلب و هدف شخص رو فرا میگیره. را چه بخواد در نظر هلاخا؟ خیلی مهمه که شخص در روز روش هاشانا کنترل عصبانیت داشته باشه، چون روزیه که ما نمیخوایم حسب شالام قضاوت خداوند و مدت حدین رو به خودمون جلب کنیم. میخوایم آروم ساکت سموت پیش بره که تو شامعیم هم آروم ساکت سموت نرم با ما رفتار بکنن. چون اگر انسان یک اخلاق مضر از خودش نشون بده، میگن اه در همچین روزی که تو اومدی جلوی دادگاه چطور داری دیگری رو قضاوت میکنی؟ پس اجازه بده ما هم به قضاوتمون ادامه بدیم، تو رو قضاوت بکنیم. اما به محض اینکه شخص خودشو کنترل میکنه، نمیگذاره جاجمنتال و یا قاضی باشه، خدا الان میگه تو داری جلوی قضاوتتو میگیری، منم در این روز جلوی قضاوتم شنا. حامیم توضیح میدن که شخص باید مواظب باشه خصلت عصبانیته. بعد بگذاره همه چی، البته میتونیم براش تفیلا بخونیم که خدایا کمکم کن در همچین روزی، روز روش هاشانا، بتونم خوب فکرمو، احساسمو، اخلاقمو، عصبانیتمو، حسادتمو کنترل بکنم که مبادا این قضاوت پایین من قضاوت بالا رو بیدار بکنه، مدت حدین رو بیدار بکنه. و خوندیم کل همه بدتر ال میدوتاب من بریم ال کل پشاب، کسی که میاد گذشت به خرج میده، تو شامعیم هم نسبت به اون گذشت به خرج میده. یعنی تا این حد انسان میتونه در سرنوشت خودش و قضاوت شامعیم در روز روش هاشانا شرکت بکنه و دخالت داشته باشه، اگر بتونه جلوی خروش خودشو، عصبانیت خودشو در این روز بتونه بگیره، جلوی قضاوت خودشو بگیره. این که از همین الان تا چند روزی باقی مونده رو خودش تمرین بکنه، کمتر بهش بر بخوره، کمتر توقع داشته باشه، کمتر شکایت بکنه، کمتر نکته سنجی بکنه، کمتر قضاوت بکنه، تا چند روزی باقی مونده. اونایی که برنامه رادیویی رو منو به عزت چم روز یک شنبه گوش دادن، گفتم چقدر خوبه که هر شخصی تا روش هاشانا این دو هفته باقی مونده 5 دقیقه در هر روز، نمیگیم 1 ساعت، 5 دقیقه در هر روز رو تعیین بکنه که من تو این 5 دقیقه کسی رو قضاوت نمی کنم، لکفز خود اتفاقا به فال نیک همه رو برداشت میکنم.
حالا این 5 دقیقه میتونه قبل از خواب باشه، 5 دقیقه میتونه بعد از صبحانه باشه، 5 دقیقه میتونه توی ترن باشه. 5 دقیقه رو یک ساعت معینی بگذاره، بگه من توی این 5 دقیقه کسی رو قضاوت نمیکنم. حالا قبلش، بعدش، ولی تو این 5 دقیقه. اگر بتونیم ما روزانه 5 دقیقه 5 دقیقه روی اون خصلت جاجمنتال، قضاوت، عصبانیتمون کار بکنیم، میبینیم که در روز روزشانه چقدر هنوز کنترل اخلاقمون رو، کنترل پاکیمون رو، کنترل عصبانیتمون رو خوب در دست داریم. و این بهترین ضمانتیه که، تضمینیه که شخص میتونه در روز روزشانه مطمئن باشه به خوبی پروندهش برای سال جدید مهر شد. چرا؟ چون مدت حدین رو تو شامعیم ساکت نگه داشت، نگذاشت که یک باره دادگاهی بر علیهش تشکیل بشه. چرا؟ چون خودش هم دادگاهی بر علیه کسی تو این دنیا تشکیل نداد، تازه اتفاقا وکیل همه بود تا قاضی. تو شامعیم همه ملاخیم، حتی خداوندم میشه وکیل ما. چرا؟ چون خداوند میخواد که ما یه سرنخی پیدا بکنیم که نگذاریم خداوند ما رو محاکمه بکنه. حتی در روز روزشانه میخواد خداوند که مدت حدین ساکت باشه و بر علیه ما کسی اون بالا مکترک بدگویی نکنه، کیتروگ نباشه. پس ما راست چه بخواییم، اگر مواظب باشیم میتونیم جلو عصبانیتمون رو بگیریم. نمیخوایم. چرا؟ چون غرورمون اجازه نمیده. میخوایم درست حسابی با طرف تصفیه حساب بکنیم و خط نشون بکشیم. تا این باشه حرفا نزنه، مبادا یه بار دیگه بخواد تکرار بکنه. چقدر پس انسان subconsciously بدون اینکه خودش متوجه باشه داره در ناپاکی قوتور و شناوره. چرا؟ چون اینها رو بهترین دوست خودش میدونه. هوا و هوس، طرف بخواد لذت و هوا و هوس خودشو کنار بگذاره، اتفاقا سعی میکنه زیرچشی، یه حالت غیر مستقیم، هر جوری از مشروب گرفته، از غذا گرفته، از شیرینی گرفته، از چاکلت گرفته، از هر طریقی میخواد هوا و هوس خودش یک ذره اتفاقا بیدار بکنه، تغذیه بکنه، تقویت بکنه که خوشش بیاد. همینطورم کینه مونو، دشمنی مونو، حسادت مون رو خودمون هی بهش هیزم اضافه میکنیم که درست حسابی طرف رو جلوی خودمون قضاوت بکنیم، که خوب کینش رو به دل بگیریم. نه برای یه موضوع کوچیک که داشت میرفت با اینکه حواسش نبود به من سلام نکرد. این که منتظریم یه موقعی که حواسش هم باشه و سلام نکنه، این یک کینه خوبیه. این که یه هفته مونده به عروسی من رو دعوت بکنه، این که اول به من نگه، بره اول به همسایه‌مون بگه بعد بیاد به من بگه، این یه دلیل خوبیه که من بخوام واقعا درونن هی از رنگ‌های تیره و زشت
برای رنگ آمیزی صورت این در قلب خودم استفاده بکنم. این یه دلیل خوب. بالاخره آدم اگر داره دشمنه میکنه، حسادت میکنه، عصبانه میشه، هوس میورزه، بعد بهش بچسبه. اسمش چیز کوچیکه نمیشه که. خیلی هستن که آخه بابا آدم بره پارک، بره باغ گل، بره مناظر طبیعی. آخه چی؟ آدم مناظر طبیعی یه مش گل و درخت و بره آدم یک جایی که واقعا این وقتی که گذاشته خوب حالش رو جا بیاره. یه فیلم بزن بزنه، یه فیلم بکش بکش، یه فیلم بد و بیرا و فحش، یه چیزی از این چیزا. این واقعا هیجان منفی در ما پدید میاره، ولی خب میچسبه. نه فیلم های بچگونه، کارتون، خوب صحبت کن، با هم خوب باشید، اینا چیه؟ ما این که خودمون پدر مادر این همه به بچه ها نصیحت میکنیم که مبادا که حرف بد بزنی، کار بد بکنی، دست به چاقو بزنی، مبادا کسی زخمی بکنی. پس چرا از فیلم های بزن و بزن و بکش بکش خوشمون میاد؟ تازه میشینیم و تا نصف شب هم شده با یه آبجوی و یه لخیمی و میبینیم و با پفک و فلان و خودمون و واو. اه تو که همین کارهایی رو نمیخواد بچت بکنه، پس چرا خودت خوشت میاد؟ پس میبینیم ما راستش بخواید خودمون دلمون میخواد. اگر واقعا نمیخواست میتونستیم جلوی خودمون رو بگیریم. نمیخوایم که عصبانی نشیم، میخوایم بشیم، چون فکر میکنیم عصبانیت ما یه درس ادبی برای دیگری. یعنی در واقع معلمی که پیش خودش سر کلاس فکر میکنه که فقط با داد و بیداد و عصبانیت و جریمه میتونه به بچه ها چیزی درس یاد بده، متأسفانه خودش هم جز و اون بچه ها باید بره سر کلاس بشینه یه چیزی یاد بگیره. اما معلمی که پدر مادری که با کامیونیکیشن، با ارتباط فکری، کلام، قلب، احساس سعی میکنه که پیام خودشو به دیگری برسونه، این شایستگی معلمی رو داره. بله اون شایستگی شاگردی رو داره. پس فکر نکنیم هرچقدر من صدام توی خونه، توی کلاس، توی آفیس بلندتره حق با منه. آقا چرا هیچ کسی حرف گوش به حرف ما نمیده؟ کدوم حرف؟ نمیدونم من دو ساعته دارم داد میزنم. این داده، حرف نیست. حرف بزن. اون موقع میبینی کی گوش میده کی گوش نمیده. شما میدین چند تا تالا پدر بچه ها به من گفتن که آقا اگه یه جوری بشه کسی به پدر مادر ما توضیح بده که با داد و بیداد کسی چیزی یاد نمیگیره، با حرف conversation communication کسی چیزی یاد میگیره. هی به سر ما داد میزنن که نه نمیشه، نمیخوام، نرو، نخور، نخر. مگه تا چقدر ما میتونیم نرو تحمل بکنیم؟ این که هی میخوان ما رو کوچیک بکنن که ما رو کنترل بکنن کاملا برعکس.
در ما طغیان سرکشی پدید میاره، چون هر کسی حتی بچه هم میخوان از ایگو از غرورشون دفاع بکنن. هیچ دراگ دیلری رو، قاچاقچی مواد مخدری رو شما ندیدید توی مدارس و توی کالج ها و توی خیابون با خشونت و عصبانیت و توهین بخوان مردم رو به این مواد جلب کنن. حتی شده مجانی هم میدن که بخوان ارتباط دوستانه برقرار کنن. تمام دوست های بد چرا هنوز دوستن؟ چون با محبت رفتار میکنن، با احترام رفتار میکنن، با تشویق، با کامیکیشن، نه با عصبانیت و داد و بیداد. به من فکر میکنه بیشتر از کامیکیشن، حرف زدنش میتونه پیش ببره، همونجا قبول بکنه که راهش اشتباه است، هایوی اشتباه اومده، اگزیت اشتباه پیچیده، داره گم میشه، داره هدف اشتباه میره. تو یعنی فکر میکنی داد و بیدادت بیشتر از حرف و کلامت کمک میکنه؟ I'm sorry. تو خودتان باید یه نفر بیاد بده، یه درس یاد بده. پس سعی نکن که فقط با داد و بیداد. یا آقای بود میگفت من راستش اولا اینجوری نبودم، ولی موقع که دیدم بابا اینا حرف حساب سرشون نمیشه، دیگه فقط با داد و بیداد و خدا رو شکر هم گوش میدن. به این نمیگن گوش کردن، این گوش کردن نیست، این فقط ترسیدنه. ترسیدن جدا، تسلیم شدن جدا، یاد گرفتن و رشد کردن جدا. بله، شخص میتونه از ترسش تسلیم بشه، گوش کنه، ولی یاد نگرفته، و چون یاد نگرفته رشدی درش نیست. کسی که یاد میگیره رشد میکنه. به همین دلیل شما میگه آقا من هر دفعه باید یکی دوتا داد بزنم تا اینا تلویزیون رو خاموش کنن، تا اینا از کامپیوتر بیان کنار، تا اینا چراغ رو خاموش کنن برن بخوابن. از ترس دارن تسلیم میشن و یاد نمیگیرن، رشد نمیکنن، واسه همین تکرار میشه این اشتباه. ولی اگر یاد بگیرن رشد بکنن، دیگه اشتباهی نیست که بخواد تکرار بشه. چرا؟ چون باشون حرف زدی، داد نزدی. همینطورم زن و شوهر، همینطورم دوتا هم‌اتاقی و همسفر، همینطورم دوتا شریک، حتی مشتری و فروشنده. تو هر موردی به محض اینکه آدم میبینه کلامش رو بدون عقلش میخواد استفاده بکنه، چجوری؟ با عصبانیت، بدون که هیچ توفیری، نتیجه‌ای از این موضوع حاصل نشد، فقط یه مسکن بود، یا اون رو ترسند یا منو آروم کرد. That's it. مشکل هنوز سر جاشه. خودمو گول زدم. نه دیگه، نه این فهمی دیگه، نه کجا میدونی؟ آبروشو بردی، کوچیکش کردی. موقع فکر میکنی خاطر خاط باشه و حرفاتو گوش بکنه و دیگه این اشتباهاتو نکنه. تا حالا شما کیو دیدید که از کسی که بهش توهین میکنه خوشش بیاد؟ امکان نداره که تو عصبانیت هیچ نوع بی‌آبرویی نباشه، امکان داره تو عصبانیت هیچ نوع تحقیری نباشه. اون موقع دلمون خوشه که با عصبانیت حالیش کردم، خودمون رو آروم کردیم،
اتفاقا اون پا فراتر میگذره، بدتر میشه، لج میکنه، چون غرورش اجازه نمیده، چون غرورش داشت میومد پایین و تحریک شد. شما میدونید هر بویلری، سماوری، بخاری یه ترموستات داره، حتی اتومبیل، ماشینا ترموستات داره. ترموستات موقعی که ببینه که داره دما، حرارت، داغی دیگه چیز میشه، بوم قطع میکنه، دیگه بویلر خاموش میشه، دیگه بخاری خاموش میشه. همینطور هم توی یخچال ترموستاته، موقع که ببینه که داره زیاد یخ میشه قطع میکنه. بازاره یه ذره گرم شد، بازاره روشن میشه، ترموستات یا چکار میکنه؟ تنظیم میکنه دما رو، و همین دما میتونه باعث امنیت بشه و اگر کنترل نشه باعث سختی و انفجار. بویلرها، بخاریها یه باره انقدر گرم شده بودن که یه ترموستاتی باید باشه. آیا من و شما یه ترموستاتی در ما هست که تنظیم بکنه احساسمون رو، اخلاقمون رو، رفتارمون رو، صحبتمون رو، پاکی و قدوسیتمون رو؟ آیا هیچ ترموستاتی هست که بخواد کنترل بکنه؟ بله، اون ترموستات چیه؟ عقل ماست. پس اگر میبینیم که هی بخاریه داره داغ میشه، هی یخچاله داره سرد میشه، ترموستاتش چرا کار نمیکنه؟ اشکال از ترموستاته. اگر هی عصبانی میشیم، هی دیپرس میشیم، هی ناامید میشیم، هی غمگین میشیم، هی کینه ورز و حسادت، دشمنی در ما میاد، ترموستاته، عقله استفاده نمیشه. آخه چرا مگه؟ کیه که عقل منو از من گرفته؟ ناپاکی میتونه عقل از انسان بگیره، جوری که پرکاوت میگه. کینا، تعوا، وخابود، مسین تا آدم مین اولام، میگه این ستا مظهر ناپاکی، مقام و گوا، غرور، حسادت، کینه، هوا و هوس، اینها جوری ناپاکی رو در انسان، در فکر و احساسش پخش میکنن که دیگه فکرش کار نمیکنه. میدونه به ضررشه و ولی هنوز نمیتونه کنار بگذاره، عقلش دیگه کار میکنه. این ناپاکی نمیگذاره که درست فکر بکنه. به هم دلیل حراب رمحل میگه فقط به فکر ناپاکی بدنی و رفتاری نباش، اعمالت ناپاکی میدوت، خصایل و صفاتت چی؟ اونو چطور میخوای درست بکنی؟ هر چقدر انسان به خودش حق به جانب بده که بعد از این همه زحمت، بعد از این همه کمک، بعد از این همه هنوز آیا حاضری رو اعصاب خودت، رو عصبانیت خودت کار بکنی؟ اگر نمیخوای جلو عصبانیت تو بگیری، فکر میکنی که کوچک میشی اگر عصبانی نشی، فکر میکنی که دیگری میبره اگر تو عصبانی نشی، اگر فکر میکنی فکر میکنم تو حالویی اگر عصبانی نشی، اگر نمیخوای جلوی عصبانیت تو بگیری، متاسفم، ناپاکی رو داری گونی گونی به خودت تزریق میکنی. اما کسی که بگه من پاکیم بیشتر از هر چیز دیگه مطرحه، بذار منو اینجوری فکر کنم، همین که من نمیذارم ناپاکی وارد بدن من بشه،
اون موقع است که میبینه اه عقلش چقدر خوب داره کار میکنه، تو خیلی از تصمیماتش داره نتایج خوب میرسه. شما چجوری به اینجا رسیدید؟ من فقط و فقط جلوی ناپاکی اخلاقی ما گرفتم، جلوی عصبانیت و حسادت و غرور و اینا رو گرفتم، عقلم خدا رو شکر در امان موند، همین عقلم به من کمک کرد و به اینجا رسیدم. تا حالا شده که تو ماشین باشید رانندگی، یه باره بیاید خونه بر میگردید میبینه اه باد چرخه خالی شده. چجوری؟ تو رانندگی روی جای رد شده بودیم، حواسمون نبود، یه میخی رفته توش، میخه رفته توش، همینجوری مونده، ذره ذره باده رو خالی کرده. مخصوصا موقعی که ما گذاشتیم ماشین رو پارک کردیم برای 100-200 برگشتیم، کاملا این فرصت داشته که همه یه باده خالی بشه. ماشین پنچره چیکار بکنم؟ با تمام چرخو عوض بکنی یا پنچریشو بگیری؟ بله، یه میخ کوچیک، یک عصبانیت تمام پاکی ما رو پنچر میکنه، میده بره بیرون. آیا حاضریم برای 4-5 دلار که اضافه طرف ما رو چارج کرده و ما یه باره به برخورده که شما که گذاشتید برای 20 دلار پچر منو 24 دلار، برای 4 دلار آیا ارزشش رو داشت که من عصبانی بشم و ناپاکی رو در خودم راه بدم و پاکی رو، گنج پاکی رو که میلیون ها دلار ارزش داره رو از دست بدم؟ آیا نمیتونستم برم با حرف کامیونیکیشن بگم میبخشید شما میدونید که اونجا زده 20 دلار، میخواید نگاه بکنید، میخواید عکسشو بگیرم بیام؟ با کامیونیکیشن، با صحبت. مبادا که من بخوام عصبانی بشم، مبادا که خودمو بخوام به هیجان منفی بیارم، آیا حاضرم یا میگم نه بذار با این عصبانیته؟ هم طرف میفهمه که من حالو نیستم با کی طرفه، و هم خودم یه هیجانی، غروری، قدرتی در من حس میاد. آره، فقط مسکنه، مشکل به مشکل اضافه کردی، ناپاکی تو بیشتر کردی. اون موقع است که میبینی اه چرا نمیتونی جلوی بددهنی تو بگیری؟ خب دیگه ناپاکی درت وارد شده، رو بددهنی هم تأثیر گذاشته. دیگه میبینی چرا احساس محبت به کسی نداری؟ به خاطر اینکه ناپاکیت بازوره بیشتر شده، دیگه محبت و عشق و متانت هم درت رفته. همین جوری ناپاکی تمام امتیازات اخلاقی رو از ما میگیره، میشیم یک متاسفانه الگوی منفی برای همه. کی هر کسی میخواد بگه که او من فلانه نیستم، اما زودی یک مثال منفی، الگوی منفی میشه برای همه. چرا؟ چون هیچ دیگه لکه پاکی، جای پاکی در خودش باقی نذاشته. به همین دلیل میفهمم بالای سیاهی هیچ رنگی نیست. راست چه بخواید؟ بدتر از آدم عصبانی مزاج هم کسی نیست، چون دیگه 100% ناپاکی رو در خودش داره هی راه میده، و دیگه نه دیگه فکرش، نه کلامش، نه نیتش، نه احساسش، هیچ دیگه جای باقی نمونده که یه ذره پاکی درش باشه. هیچی، کاملا ناپاک، بیره، خونخواه، مضر، گمراه، بد اخلاق، بد دهن، بد رفتار، بد حساب، هر ناپاکی بگید درش راه یافت. چرا؟
چون نخواست جلوی خودشو جلوی عصبانیتشو بگیره، نخواست جلوی قضاوت خودشو بگیره، نخواست جلوی کینه و دشمنی و حسادت خودشو بگیره. حالا یعنی ما با هم اومدیم توی این مدرسه، زد جلو، شب خوابمون نمیبره دیگه، نمیتونیم مثل قبل باش دوست باشیم. چرا؟ چون خودمون نمیتونیم جلوی حسادتمون رو بگیریم، نمیخوایم بگیریم، چون داره به ما یک احساس قدرت میده. موقعی ما به کسی حسودی میکنیم یا کینه میورزیم و یا قضاوت میکنیم یا عصبانی میشیم، نمیخوایم جلو خودمون رو بگیریم. پس بیاید لذت هشم تا دو هفته باقی مونده به روش هشانه نبریم دنبال شب روش هشانه. چی میخورن سر سفره؟ خرما و سیب و عسل و انار و لوبیا و تره و اینا رو با امید خدا روز آدینه روش هشانه میتونیم در عرض یک ساعت بخریم. اونا فعلا عجله نیست. از نظر اخلاقی ما تو چه درجه هستیم؟ آیا آماده ایم برای روش هشانه؟ اگر آماده هستیم خوش و بحالتون، به بنده زنگ بزنید یا براخایی به من بدید که منم آماده باشم. یعنی تا این حد ما متاسفانه آمادگی اخلاقیمون رو برای روش هشانه هی پشت گوش مینداختیم، فقط حواسمون به کت شلوار و کت دامن و غذا و مهمونی و کنیسا و صندلی و همین بود. یه شفاری گوش کردیم، آره به موقع رسیدم، به موقع رسیدم، روی تورا رو دیدم و شفار رو شنیدم. That's it. این روش هشانه من دیگه مگه چیز دیگه توی روش هشانه؟ شفار گوش دادم، رو تورا رو دیدم. هست یه مینیانی هست ساعت 12:01 اونا شفار میزنن و رو تورا میخونن، دیر میخونن. آره اونجا خدا رو شکر رسیدیم دیگه، تا صبح بلند شدیم ساعت 10 و دیگه تا بالاخره رفتیم کنیسا تا 12 حاضر شدیم و دیگه شفار گوش دادم، رو تورا هم دیدم. آیا واقعا اینه تنها آمادگی ما برای روش هشانه؟ بیایید به عزتشم 5 دقیقه در روز روی موضوع، فقط 5 دقیقه روی موضوع کار بکنیم. لکفز خود که دیگران رو قضاوت نکنیم یا مثبت قضاوت بکنیم، فقط برای 5 دقیقه. 5 دقیقه هم تعیین بکنیم، 5 دقیقه قبل از خواب یا 5 دقیقه بعد از صبحونه، 5 دقیقه وسط ظهر، یه 5 دقیقه رو تعیین بکنیم. او داره 5 دقیقه میشه که من نمیتونم کسی رو قضاوت بکنم، پس مواظب باشم. بیایم روی این موضوع کار بکنیم. هشم کمک کنه که بذاتم بتونم به تمام درجات برسیم. باروخ هشم لعولم آمین و آمین. بفرمایید شما. بله. مسئولش کسی دیگه بود، ولی من بی توجهی کردم که نرفتم پنجره رو بندم. درسته که وقتی میام توی خونه تو اون اتاق میگم شاید کسی دیگه این پنجره رو باز کرده، عصبانی میشم، ولی بازم سرنگاری خودم و تنبلی خودم، میرم پنجره میبندم دیگه، سرما نمیاد، گرما نمیاد. پنجره عصبانیت است. آره هر حال من نباید عصبانی بشم، من پنجره که من مثال زدم یعنی عصبانیت است. منی که دارم عصبانی میشم با وجود بخاری که تو اتاق دارم پنجره رو باز میکنم. خب اگه تنبلی نکنم و عقل کار بیاد نه پنجره رو میبندم. همون رو دارم میگم، ما اگر بخوایم جلوی عصبانیت رو بگیریم میتونیم، نمیخوایم، چون بعضی موقع بهمون یه احساس قدرت میده. بفرمایید. عصبانیت دیگران به ما تجربه اون هم درسته. درسته دیگران ما رو عصبانی میکنه. درسته. درسته.
ولی قبول کن و اینو من گفتم درسته دیگران ما رو عصبانی میکنن اما اگر هم اصول عمل اما همین گفتم خدمتتون آیا اما من بیشتر چی ترجیح میدم که با عصبانیتم برخورد بکنم ریاکشن عکس العمل نشون بدم و عقل ما دست بدم ناپاکی رو وارد خودم بکنم یا این که بگم که نیچه جواب ابلهان خاموشیست من حتی با این که این به من همچین رفتاری کرده من میخوام باش صحبت بکنم میخوام جلو عصبانیت رو بگیرم جلو ناپاکی رو بگیرم جلو یه فرار عقل ما بگیرم به اون خدمت نکردم به خودم دارم خوبی میکنم دست ماست اما خب آیا حاضریم این کارو بکنیم یا فقط جنبه ظاهری برای ما مطرحه که این بفهمه با کی طرفه هشم کمک کنه که همینا رو بخواهیم اجرا کنیم بارو هشم لعولم آمین و آمین آقای سعیدی داشتیم با این سوالت من عصبانه میکردیم تا پای دیگری در میان نباشه کسی عصبانه نمیشه